بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و روز بخیر و درود به همه دوستای خوبم آلایی های ماه مخصوصا بچه های یازده ریاضی که مجموعه صفت و صد آمار احتمال رو با من همراه هستید خب تو داستان مقدمات و ترکیبیات و جایگشت و انتخاب و ایناییم انتخاب گفتیم چیه؟ امروز میخوام یه مدل خیلی خاصی از انتخاب رو بگم یه جاهایی است که انتخاب با توجه به شرط مسئله به صورت مستقیم قابل انجام نیست نامطلوبش هم ما رو میکشه در واقع نامطلوبش اگه میتونستیم میشد خود مسئله یا یه چیز عجیب قریب امروز این مدل رو یاد بگیریم چون هم به دردمون میخوره تو مسئله های ترکیبیات هم تو مسئله های احتمال و سوال کنکور هم ازش اومده بنابراین بهش نیاز داریم حواسمون رو باید بهش جمع کنیم. امروز رو با من دنبال کنید بعضی وقتا هست که تو سوالای انتخاب مسئله یه شرطی میذاره که دیگه شما نمیتونید همه اونایی که میخواید رو با هم انتخاب کنید و بعد من از اول داستانم به شما گفتم که شما تو انتخاب نباید یه دونه یه دونه اگه سه نفر میخواید نباید یه دونه یه دونه انتخاب کنید ببین اگه سه نفرتون نقش دارن مثلا چه مدیر معاون شهر دارن اگه سه نفرتون یک دو سه نفر اول دوم سوم یا هر ترتیب دیگه ای که میشه برای اینا در نظر گرفت خب طبیعیه که یه دونه یه دونه انتخاب کنید ولی شما کلا سه نفر میخواید و بعد مسئله میتونه برای شما شرطی بذاره که دیگه نتونید اینو مستقیم حلش بکنید اینو میخوایم یاد بگیریم چون موضوع مهمیه یه پیچیدگی کوچولویی هم داره باید حواسمون بهش باشه بریم سراغ یه سوال گفته از میان ده نفر شامل پنج زوج زن و شوهر قرار است چهار نفر برای شرکت در مسابقه انتخاب شوند خب الف چند حالت بر انتخاب افراد وجود دارد آقا ده نفره دیگه چهار تا از ده تا یه ما درسته که پنج زوج زن و شوهر داریم ولی عملا ده نفرن این که مثلا اینا زن و شوهران من خیلی باش کاری ندارم می آقا ده نفرن پس چهار تا از این ده تا رو من میخوام ببین سوال هیچ شرطی نذاشته تو قسمت الف من چهار تا از ده تا رو انتخاب میکنم حالا قسمت به میگه در چند حالت همگی مرد یا همگی زن هستن خب همگی مرد میشه انتخاب چهار تا از پنج تا همگی زن هم میشه دوباره انتخاب چهار تا از پنج تا یا آورده بینش با هم جمع میکنیم بگیم انتخاب چهار از پنج به اضافه چهار از پنج پس این هم جواب قسمت به قسمت جی میگه در چند حالت حتما زن و مرد در جمع انتخاب شده ها وجود دارد حتما زن و مرد در جمع. یعنی چی؟ نگفته زن و شوهر و بچه گفته زن و مرد یعنی مثلا آقا همشون مرد نباشن همشون زن هم نه خب اه این همین الف منهای به نیست بگم آقا من کلا چهار نفر از این ده نفر انتخاب میکنم حالتهایی که هر چهار تاشون مردن رو نمیخوام حالتهایی که هر چهار تاشون زنن هم نمیخوام پس به قسمت جیم چی بگم؟ بگم آقا چهار تا از ده تا انتخاب میکنم هر چهار تاشون مرد باشن نمیخوام هر چهار تاشون زن باشن نمیخوام قسمت دال میگه چی؟ در چند حالت افراد انتخاب شده زوج هستن. این چهار نفر شما با دو تا زوج باشن دیگه پس دوتا تا از زوج ها رو انتخاب میکنیم. قسمت ه میگه در چند حالت افراد انتخاب شده زوج نیستند. من امروز اومدم این قسمت رو یاد بگیریم. چجوری انتخاب کنیم که زوج نباشن؟ با من بیاد روی تخته. خب. ببینیم بچه ها. اول من قسمت جیم رو بنویسم که گفته بود چی؟ گفته بود که در چند حالت حتما زن و مرد توشون هست من گفتم چهار نفرم رو انتخاب میکنم حالتهایی که همشون مردن نمیخوام حالتهایی که همشون زنن هم نمیخوام همگی مرد رو نمیخوام همگی زن رو هم نمیخوام قسمت دال گفته بود که افراد انتخاب شده زوجن خب من پنج تا زوج دارم اگر دو تا زوج انتخاب کنم خود به خود میشه چهار نفر دیگه چون هر زوجی دو نفره پس قسمت دال میگه آقا دو تا زوج انتخاب میکنیم انتخاب دو تا از پنج تا آقا شما داری دو تا انتخاب میکنیم ما چهار نفر میخواستیم اوکی این دو تا خود به خود چهار نفرند. دیگه جای نگرانی نداره دیگه دو از پنجم که خب میدونیم عددش میشه ده قسمت بعدی گفته او در چند حالت افراد انتخاب شده زوج نیستن خب ممکنه تو نگاه اول تو بگی آقا خب میریم نامطلوب حساب میکنیم کاری نداره که چهار تا ده تا انتخاب میکنیم حالا که زوجان رو کم میکنیم نکته اینه که ببینید تو جمع چهار نفره ممکنه شما دو تا زوج داشته باشید خب اینجا نامطلوب نامطلوبتون نمیخواید دیگه چی ممکنه یه زوج باشن با دو نفر دیگه و بعد این شمارش یه زوج با دو نفر دیگه هم همچین کار آسونی نیست ها در واقع شما اگه بل... اگه بلدی دو نفر دیگه رو بشمرید خب چهار نفر دیگه رو بشمرید دیگه اگه بلدید دو نفر رو بشمرید که زوج نباشن خب چهار نفر رو بشمرید که زوج نیستن میبینید یعنی وقتی میخوای نامطلوبش هم حل بکنی به خودش گیر میکنی دوباره خیلی فرقی نکرد خب من الان چجوری چهار نفر انتخاب کنم که زوج نباشن مستقیمش هم ران میده نامطلوبش هم به یه چیزی مثل خودش برمیخوره چیکار کنیم یه روش برای این کار انجام میدیم ببینید در واقع بچه ها شما اگر مثلا یه فردی رو انتخاب کنید همسرش رو نباید انتخاب کرده باشید این همون جاییه که بهتون گفتم انتخاب یه شرطی تو مسئله میذاره یا در واقع مدلی برای انتخاب مد نظره که نمیشه مستقیم انتخاب انجام داد باید یه حرکتی بزنیم خب چیکار میکنم من میرم آدم‌ها رو یکی یکی انتخاب میکنم نفر اول انتخاب میکنم یکی از ده تا خوبه حالا این نفر اول هر کی که انتخاب شد همسرش رو حذف میکنم خودش که انتخاب شد همسرش هم شد الان چند نفر مونده هشت نفر دوباره یکی از این هشت نفر رو انتخاب میکنم این نفر دوم که انتخاب کردم دوباره خودش میره تو جمع انتخاب شده و همسرش از گروه حذف میشه دیگه الان چند نفر مون شیش نفر دوباره یکی از اون شش تا انتخاب میکنم و بعدم یکی از چهار تا دیگه دوباره این نفر سوم که انتخاب شد همسرش رو باید حذف بکنم میمونه چهار نفر یکی از چهار تا ولی الان یه مشکل کوچولو وجود داره انتخاب یکی از ده یکی از هشت یکی از یکی از چهار خیلی عدد بزرگیه از انتخاب چهار از هم بیشتر حتی خب مشکل چیه که داره این اتفاق میفته بچه ها؟ مشکل اینه که شما باید چهار نفر رو با هم انتخاب میکردید ولی یکی یکی انتخاب کردید خب آقا چجوری اینو حلش بکنیم خب تقسیم ترتیبی که به اینا دادیم دیگه ما اجازه دادیم بگیم این نفر اول باشه این دوم این سوم این چار. گفتم وقتی ترتیب وجود داره شما باید یک یک انتخاب کنیم حالا این ترتیبه وجود نداره پس تقسیم بر چهار فاکتوریل می‌کنیم یاد گرفتید شما اگه بخواید چهار نفر رو با شرایط خاص انتخاب بکنید اگر دیدید سوال بهتون اجازه نمیده یک ایک ایک هر چهار تا رو با هم انتخاب کنید خب برید یک ایک ایک انتخاب کنید ولی تهش باید به جایگشت اینا چیه تقسیم بکنید پس یک از ده یک از یک از یک از چهار تقسیم بر چهار فاکتوریل و این مشکل ما رو چیه حل میکنه حالا قسمت و گفته بود که یا قسمت آخر گفته بود که دقیقا یه زوج انتخاب شدن الان دیگه دقیقا یه زوج انتخاب شدن دیگه فکر نکنم خیلی کار سختی باشه دیگه بیام چیکار بکنم بگم آقا اول یه دونه زوج تو انتخاب کن پنج تا دا زوج داریم یکیشو انتخاب کن یه دونه زوج انتخاب شد حالا من دو نفر میخوام که زوج نباشن جمعم هشت نفریه دیگه یه زوج انتخاب کردم رفته هشت نفر موندن نفر اول انتخاب کن یک از هشت همسرش رو بذار کنار نفر دوم هم یک از شیش یه تقسیم از دو فاکتوری میخواد دیگه چون تو داری دو نفر رو یه دونه یه دونه انتخاب میکنی در حالی که باید دوتا رو با هم انتخاب میکردی پس تقسیم بر دو فاکتوریل هر جایی تو سوال انتخاب مجبور شدی آدم ها رو افراد رو اشیاء رو هر چی که هست یه دونه یه دونه انتخاب کنی اشکال نداره تو یه دونه یه دونه انتخاب کن ولی تهش به جای گشاش حتما چیه تقسیم بکن خب بریم سوال بعدی این دفعه میگه 21 دانش آموز کلاس در هفت نیمکت سه نفره نشستن قرار است چهار نفر برای همکاری انتخاب شوند چند حالت برای انتخابشون وجود داره در چند حالت سه دانش آموز از یک در چند حالت دانش آموزان انتخاب شده از دو نیمکتن در چند حالت افراد انتخاب شده از های مختلف هستند بریم یک یکی اینا رو ببینیم باید چیکار بکنیم ببینید برای سوال چهارده قسمت اولش که گفت آقا شما این جمع چهار نفرتون انتخاب بکنید خب من میگم آقا 21 دانش آموز دارم انتخاب چهار از 21 دیگه هیچ بحثی که نداره که الفش اصلا هیچ شرطی نذاشته من با خیال راحت میگم آقا انتخاب چهار از 21 ولی قسمت ب به من چی گفته بود گفته بود که سه تاشون از یه نیمکت باشن خب من یه دونه نیمکت اگر انتخاب بکنم یکی از تا خود به خود سه تا از چهار تا به قول معروف انتخابم رو انجام دادم دیگه درسته این انتخاب یه دونه است ولی عملا توش سه تا دانش آموز داره شما یه دانش آموز دیگه هم میخواید خب اون یه دونه رو از 18 تا باقی مانده انتخاب میکنید دیگه این یه دونه نیمکت اینم نفر چهارم پس یکی از هفت ضرب در یک از 18 18 میدونی از کجا اومد دیگه کل کلاس 23 نفرن یه نیمکتش رو بردارید 18 تا میمونه قسمت بعدی گفته که افراد انتخاب شده از دو تا نیمکتن خب من دو تا نیمکت انتخاب میکنم آره تو این دو تا نیمکت چند نفر دارم شش نفر دارم دو تا نیمکت انتخاب کنم دو از هفت شش نفر دارم حالا از این شش نفر بیام چهار تاشون رو بردارم چهار از شش این دو تا نیمکت اینم افراد دو از هفت زبدر چار چهار از شش اینجا به خاطر عدد خیلی خاصش این راحل جواب داد وگرنه شما باید میومدید دو تا نیمکت انتخاب میکردید اون شش نفر رو که اونجا دارید میگفتید آقا چهار نفر دو تا دو تا یه دونه سه تا سه تا یه دونه این حالت رو در نظر میگرفتید میشد جواب ولی چون شش نفرن و شما چهار تاشون رو میخواد هر کاری کنید خود به خود از دو نیمکت میشن میدونید اگه سه نفر میخواستم ممکن اون هر سه از یه طرف بردارم ولی چون چهار نفره و هر نیمکت سه نفره به من شش نفر دارم از دو تا گروه مختلف وقتی چهار تا توش بردارم حتما از هر دو گروه انتخاب میشه فقط عدد خاصش این اتفاق افتاد وگرنه در الکلین نمیشه و قسمت دال به من چی گفته گفته از نیمکت های مختلفن خب دیگه اینجا نمیتونم چهار نفر یعنی چهار تا نیمکت بردارم بعد بگم چهار تا از اونا چهار تا از هفت انتخاب بکنم بگم حالا دوازده نفر دارم چهار تا از این دوازده نفر چون ممکن از دو نیمکت باشن ممکن از سه نیمکت باشن ممکن از چهار نیمکت باشن در واقع من میخوام چهار نفرم از چهار تا نیمکت مختلف باشه مثل همون مسئله زن و شوهر باید حلش بکنم میدونی باید چیکار بکنم باید بگم آقا شما نفر اول انتخاب میکنی یک از بیست و یک هم نیمکتی هاشو میذاری کنار الان 18 نفر موندن نفر بعدی رو انتخاب کن یک از 18. هم نیم کتیاشو بذار کنار 15 نفر موندن نفر بعدی رو انتخاب کن یک از 15 هم نیم کتیاشو بذار کنار 12 نفر موندن و نفر چهارم انتخاب کن یک از 12 حالا چون افراد و یه دونه یه دونه انتخاب کردی به چهار فاکتوریل تقسیم بکن ما داریم امروز اینو یاد میگیریم دیگه یک یکی انتخاب کن و بعد در نهایت به این نتیجه برس که وقتی یکی یکی انتخاب کردی یه ایراد کوچولو توی راه وجود داره اونم که به این آدما ترتیب دادی نوبت بهشون دادی گفتی اول دوم سوم چهارم در که این خبر نبود پس میای به چهار فاکتوریل تقسیم میکنی خب سوال بعدی رو ببینین میگه از بین چهار جفت کفش به چند طریق میتوان دو لنگه انتخاب کرد به طوری که جفت نباشن بچه چهار جفت کفش چند تا لنگه از هشت است. من اولی رو انتخاب میکنم یکی از 8 اون لنگه ای که انتخاب شد لنگه کناریش رو باید حذف کنم الان موده 6 تا لنگه لنگه دوم انتخاب میکنم یکی از 6 و بعد تقسیم بر دو فاکتوریه یکی از 8 میشه 8 یک از 6 میشه 6 8 6 تا 48 تقسیم بر دو 24 با عملی سوال 15 جواب گزینه یک میشه بعدی رو ببینید این یکی میگه در یک آپارتمان 6 تا زوج زندگی میکنن به چند تا میتونیم سه نفر از زوجها رو انتخاب بکنیم به طوری که هیچ زن و شوهری با هم انتخاب نشد قرار این دفعه سه نفر انتخاب بکنم از 6 تا زوج آره که توش زن و شوهر نباشه 6 تا زوج چند نفرن 12 نفر خب پس من باید چیکار بکنم با من بیاد سوال 16 رو من بگم آقا سوال 16 شما کلا 12 نفر دارید نفر اول انتخاب کنید یکی از 12 همسرشو بذارید کنار نفر بعدی یکی از 10 همسرشو بذارید کنار نفر بعدی یکی از 8 و تقسیم بر سه فاکتوریال دیگه این سه فاکتوریال میدونیم از کجا اومد چون من دارم یه دونه یه دونه انتخاب میکنم ولی باید سه رو با هم انتخاب میکردم خب اینم که شیشه با این بزنیم میشه دو ضرب در 10 ضرب در 8 آره میشه 160 دیگه درسته 80 ضرب در 260 بنابراین سوال 16 جوابش داره 160 به دست میاد گزینه دو رو علامت میزنیم بریم سوال بعدی میگه به چند طریق میتوانیم حروف دو تا سه تا A B C D را کنار هم قرار دهیم به طوری که هیچ دو حرف یکسانی کنار هم نباشن. یه چیزی میخوام بهتون یاد بدم که توی این کنار هم باشن کنار هم نباشن و خیلی کمک میکنه خیلی بهمون به کمک میکنه ببینید بچه ها. اگه به من بگن آقا مثلا چهار تا حرف آ داریم بی و سی و دی اینا بشن تعدادش چهار تا بعد میخوایم حروف ها کنارم نا... یعنی یه دونه بیشتر از اون گروه باشه با خیال راحت یه درمیون میچینم تمام میشه میره با خیال راحت یه درمیون میچینم تمام میشه میره ولی الان نمیتونم این کارو بکنم بچه ها نگاه کنید با من بیاید به الان یه مشکل کوچولو وجود داره در واقع یه درمیون همه جوابهای ما رو پوشش نمیده ببین من میتونم با سه تا حرف آ بی و سی و دی یه مدل دیگه هم بچینم که یه درمیون نباشه یه آ بذارم بعد به او سه رو بذارم یه آ دیگه بعد یه دی یه آ این یه درمیون نیستش که ولی هیچ دو طرف آ هم کنار نیفتادن پس یه درمیون همه جواب ها این سوالو نمیده خب چی کار بکنیم اینجا شما باید بیاید اول اونایی که شرط ندارن رو توی یه ردیف بچینید به او سه و ده رو توی یه ردیف بچینید به او سه و ده خب این چند حالت داره سه فاکتوریل اوکیه فرض کنید مثلا اون تایی که کنار هم چیدید به اوسه ایناست اصلا کار ندارم کدوم و کجا قرار داریم الان میگم نگاه کنید یه جای خالی اینجا دارم یه جا خالی اینجا دارم یه جای خالی اینجا دارم یه جای خالی اینجا عملا چند تا جای خالی بر من وجود داره چهارتا. تا من اگه سه تا از این جای خالی ها رو انتخاب کنم و تو اون جا خالی ها آ بذارم مطمئنم که دو تا حرف آ کنار هم نمیافته پس جواب رو اینطوری بگم بگم آقا شما اول برو به اوسه رو بچین سه فاکتوریل بعد از بین چهار تا جا خالی سه تاشو انتخاب کن انتخاب سه از چهار حالا سه تا حرف یکسان رو میخوای تو سه تا جای خالی بذاری یا حالت بیشتر نداره دیگه در واقع میشه سه فاکتوریل ز... تقسیم بر سه فاکتوریل که یک میشه دیگه حروف آ رو بچین بعد به تکراریاش تقسیم کن اون یکی که هیچی سه فاکتوریل 6 انتخاب سه از چهار هم چهار کلا میشه 24 پس اگه به من بگن که با هم بیاید اگه به من بگن که آقا یه جوری بچینید که کنار هم نباشن اصولا راهش اینه که اونایی که باشون کار ندارم و اول بچینم اونایی که مهم نیست که بیافتن یا نه افتن. بعد ببینم چند تا جا خالی میشه لابلای اینا تعریف کرد جا خالی انتخاب کنم و اونایی که قراره کنارم هم نباشن رو توی جای خالی ها قرار بدم مثلا سوال 18 رو ببینید میگه به چند تاریخ زدن دانش آموز ریاضی 4 دانش آموز تجربی میتونه در یک ردیف قرار بدم به طوری که هیچ دانش آموز ریاضی کنار هم نباشن بچه گفته و تجربی چون تعدادش یکی بیشتر بود تموم بود نمیرفت ولی میخوام ریاضیات کنار هم نباشن تجربیای کنار هم افتادن اصلا برام مهم نیستش پس یه راهش اینه که یه درمیون بچینم ولی این همه جواب من نیست و نمیشه که یه درمیونا رو بشمرم غیر یه درمیونا رو هم بشمرم هم جمع کنم غیر یه درمیونا واقعا آدمو میکشه خیلی تعداد حالت های الکی و زیادی داره خیلی گیج کننده است که آیا همه رو پیدا کردم یا نکردم خب اول پس چیکار میکنم تجربی ها رو میچینم یا تجربی ها رو در یکی ردیف قرار میدم پس قسمت اول راه حل من اینه که تجربی ها بیان توی یه ردیف خب فرض کنید من چهار تا تجربی رو توی یه ردیف قرار دادم الان پنج تا جای خالی قابل تصوره دیگه درسته؟ پس جواب رو میگم اینطوری میشه آقا شما چهار تا تجربی ها رو به چین ببخشید اول این رو باید می نمشتم. چهار تا تجربی ها رو به چین چهار فاکتوریه چند تا جای خالی تولید شد پنج تا چند تا میخوای ریاضی ها سه تا بودن پس سه تا میخوای انتخاب سه از پنج حالا ریاضی ها رو بچین. سه فاکتوریل. چهار فاکتوریل میشه 24 انتخاب سه از پنج میشه ده سه فاکتوریل هم میشه شیش 24 زب در شیش 144 زب در ده هزار و سد اوکیه پس با من بیاید سوال هیچده جوابش گزینه یک شد خب سوال بعدی رو ببینیم سوال نوزده رو میگه چهار نفر از دانش آموزان ملایر و شش نفر از دانش آموزان همدان در المپیاد ریاضی برگزیده نهایی میباشند در مراسم تجلیل از آنها به چند طریق میتوان آنها را به جایگاه دعوت کرد به طوری که هیچ دو دانش آموز ملایری پشت سر هم به جایگاه دعوت نشوند خب باز دوباره ببین نگاه کن تعداد همدانیا بیشتره ولی من میخوام ملایریا کنار هم نیفتن حتی میگفت کنار هم نیفتند، گفتیم نمیشه دیگه خب چون اینا شش حالا درسته که مثلا اینا خیلی پایین که این اتفاق نمیشه دیگه شش تن اونا چهار جور در نمیاد ولی اینا کنار هم نیافتن معقوله چیکار میکنم اول همه ها رو میچینم در یه ردیف چند حالت داره شش فاکتوریل. چند تا جا خالی تولید میشه از قبل اولی تا بعد آخری هفت تا جا خالی دیگه چهار تا از اون هفت رو انتخاب میکنم پس یه شش فاکتوریل دارم یه انتخاب چهار از هفت دارم حالا بیام اون ملایری یارم بچینم تو اون چهار تا جا خالی که انتخاب کردم یه چهار فاکتوریلم هم دارم ببین این شش همه همدانیا این انتخاب جای خالی این مال ملایه ها پس جواب گزینه یک میشه تکنیکش رو که دیگه یاد بگیری بقیهش اصلا کاری برات نداره خب بریم یه،, یه چیز دیگه هم تو انتخاب یاد بگیریم این هم برامون مهمه میگه با ارقام یک سه پنج هفت نه چند از سه رقمی با شرط صدگان بیشتر از دهگان بیشتر از یکان میتوان نوشت یعنی انگار ارقامت باید به ترتیب صدگان بزرگترین رقم باشه بعد دهگان رقم مثلا متوسطت باشه اصطلاحا یکانت رقم کوچیکه باشه خب تو نگاه اول آدم میاد میگه آقا خب سه تا جا خالی بذاریم صدگان میتونه نه پنج هفت آره صدگان دیگه نمیتونه سه باشه چون اگه صدگانو بذارید سه بعد دهگانو میخواد بذارید یک بعد برای یکان دیگه عددی ندارید صدگانتون میتونه نه و هفت و پنج باشه حالا دهگانتون چی خب تعداد حالت دهگان به صدگان بستگی داره اگه صدگان شما پنج باشه دهگان حتما سه ولی اگه هفت باشه دهگان میتونه 5 و سه باشه اگه نه باشه میتونه هفت و 5 و سه باشه پس اینجوری نمیشه سوال حل کرد به اصطلاح میگیم تو کار همدیگه دارن دخالت میکنن من سوال یه جور دیگه حل میکنم میگم بچه‌ها من اگه سه رقم به شما بدم بعد به شما بگم این سه رقم رو به ترتیب بزرگ تا کوچیک بنویسید چند تا ترتیب بزرگ به کوچیک وجود داره آقا معلومه یه دونه دیگه مثلا آقا من ارقام یک سه و نه میدم به شما شما یه عددی با یک سه نه بسازید که این شرط رو داره صدگان بیشتر از دهگان دهگان بیشتر از یکان خب یه دونه میتونید بسازید دیگه 931 کار دیگه نمیتونید بکن عدد دیگه نه خب آقا اگه یه چیزی باشه من این دفعه میگم آقا من هفت و پنج و یک رو به شما دادم شما یه عددی با این شرط بسازید خب باید حتما 751 بسازید عدد دیگه وجود نداره پس بیایم مسئله رو اینطوری حل کنیم بگیم آقا من سر رقم انتخاب کنم میدم به شما شما اینا رو به ترتیب بچین من میخوام سر رقم انتخاب کنم سه تا از پنج تا انتخاب میکنم شما میخواید به ترتیب بچینید یه حالت داره کلا وقتی سه تا عدد دارید یه ترتیب سعودی به نزولی داره دیگه ترتیب دیگه که نمیشه براش در نظر گرفت که خب پس من سه تا از پنج انتخاب میکنم تعداد مراحل انجام کار شما هم یکیه انجام کار من سه از پنج انجام, انجام کار شما هم یک پس جواب میشه سه از پنج زبدر یک سه از پنج میشه ده زبدر در یک هم که همچنان ده دیگه چند تا عدد میشه ساخت؟ ده تا یه فهمیدین چی شد از این شرط رو بذاره کلا راهش که گفتم انتخاب بکنید و به اون مدلی که سوال میگه بچینیمش بریم قسمت بعدی سوال بعدی میگه حالا این دفعه در چند عدد پنج رقمی با ارقام متمایز غیر صفر دقیقا دو رقم فرد وجود دارد ارقام قرار متمایز باشن صفرم توش نباشه دو رقمش هم فرد باشه خب بچا پنج رقمی که دو رقمش فرده خود به خود معنیش اینه که سه رقمش هم زوجه تو دو رقم فرد داری سه رقم زوج داری آره بعد اینا رو میخوای بچینی خب اول دو رقم فرد تو انتخاب کن ارقام فرد یک سه پنج هفت نوان پنج تان. دو تا از پنج رو انتخاب کن مرحله بعدی باید بیای سه تا از اعداد زوج انتخاب کنی میشه سه تا از چهار تا چون گفته بود غیر صفر سه تا از چهار تا خب حالا هنوز عدد نساختی یا فعلا فقط انتخاب کردی ارقام تو گرفتی تو دسته دو رقم مثلا فرد داری سه رقم زوج اینا رو قرار در یک ردیف بچینی تا بشه عدد دیگه پس یه پنج فاکتوریل هم میخواد دو از پنج در سه چهار در فاکتوریل گزینه بریم بعدی میگه در چند عدد چهار رقمی با ارقام متمایز دقیقا دو رقم زوج وجود دارد دوباره میگه عدد چهار رقمی باشه ارقامش هم متمایز باشه دو رقم زوج اینجا دیگه نگفته غیر صفر پس تو مجبوری که یه تفکیکی بکنی صفر دارد یا ندارد با من بیاد روی تخته که اینم بتونیم بنویسیمش خب ببینیم بچه ها. این که دو رقم زوج وجود داره خب یا توش صفر رو انتخاب کردید یا انتخاب نکردید با صفر بدون صفر خب شما میخواید عددتون چهار رقمی باشه دو رقمش هم زوج باشه یکی از اون دو رقم زوجتون هم صفر باشه پس یه رقم زوج دیگه انتخاب میکنید از چهارتا، تا دو رقم فردم انتخاب میکنید دو تا از پنجتا. تا حالا میخواید اینا رو تو یه ردیف بچینید یادتون باشه صفرم دارید دا. پس اگه من چهار تا دونه جای خالی بذارم اینجا باید بگم صفر نباشد درسته پس سه حالت بقیه هم که سه دو یک دیگه هیچ شرطی نداره خب یک از چهار میشه چهار دو از پنج میشه ده اونم که میشه چند سه سه تا نه دو تا ده. چهار ده تا هفت دو زب در ده میشه هفتصد و بیستا حالا بدون صفر بدون صفر من باید دو تا از چهار تا انتخاب کنم دو تا از پنج تا انتخاب کنم مشکلی ندارم دیگه با خیال راحت هم توی ردیف بچینم دیگه این مشکل رو ندارم که خونه اول صفر نباشه دو از چهار میشه 6 دو از پنج میشه ده چهار فاکتوری هم میشه 24 اینم که میشه 1440 پس جواب بیام این دو تا عدد رو با هم جمع بکنیم 720 به اضافه 1440 چند میشه 6 میشه 2160 پس سوال 22 با من بیاید گزینه یک و علامت میزنیم گفتم دیگه فرق 22 با 21 این بود که اینجا چون گفته غیر صفر خیالمون راحت بود که صفر نمیاد اولین خونه سمت چپ بشینه عدد اون رو خراب بکنه ولی اینجا ما مجبور شدیم روی صفر سوالو تفکیک بکنیم بعدی رو ببینید سوال 23 داره میگه که در چند عدد هفت رقمی با ارقام 1 و 2 3 دقیقا دو بار رقم 3 به کار رفته است خب اینجا دیگه نمیتونه بگه تکرار مجاز نیست دیگه عدد هفت رقمی کلا هم سه رقم بهت داده خودش هم داره میگه دو بار رقم سه به کار رفته پس اون یکی هم میاد خب من میام دو تا از بین هفت تا رقمم رو انتخاب میکنم که سه باشد آره من هفت تا جاخالی دارم دیگه دو تاش انتخاب میکنم که روش بنویسم عدد سه پس انتخاب دو تا از هفت بعد چی بقیه خونه ها رو باید با یک و دو پر کنم دیگه من پنج تا جاخالی دیگه دارم که تو اونها میتونم یک بذارم یا دو بذارم پس انتخاب دو تا از هفت زب در دو زب در دو زب چند تا دو پنج تا انتخاب دو تا از هفتا زب در دو به توان پنج ما گزینه یک علامت میزنیم دیگه بریم بعدی میگه تعداد عدد پنج رقمی شامل دو رقم چهار و سه رقم پنج کدام است میخوایم پنج رقمی باشه دو رقمش چهاره سه رقمش هم پنجه شما میتونید این سوالو بگید آقا من پنج رقم دارم پنج فاکتوریل مخرجش دو فاکتوریل سه فاکتوریل میتونید هم بگید آقا من کلا دو گروه دارم دیگه پنج تا جا خالیه که یا با چهار پر میشن یا پنج اونه که قرار با چهار پر بشن انتخاب کنم بقیه‌ش خود به خود پنج میذارم پس 5 تا جای خالی دارم دو تا از اون پنج تا رو انتخاب کنم که توش چهار بنویسم باقیش که خود به خود معلومه باید چیکار بکنم دیگه توش پنج بنویسم پس میشه بگیم انتخاب دو از پنج که جوابش گزینه یک میشه یعنی سوال هم با جایگش با تکرار میشه حل کرد هم با انتخاب میتونیم حل کنیم خیلی فرقی نداره حالا این دفعه میگه اعداد پنج رقمی دو رقم چهار دو رقم پنج یه رقم شیش خب دو تا از پنج تا برای این انتخاب میکنم دو تا از سه تا برای این دو از پنج زب در دو از سه این میشه ده سه تا سی تا البته یه جور دیگه هم بلدم دیگه بگم 5 فاکتوریل تقسیم بر 2 فاکتوریل دو فاکتوریل اینم که یه دونه است دیگه تکراری نداره هم با جایگش با تکرار میشه این سوالا رو حل کرد هم با انتخاب هر دو تاشم قابل قبوله سوال بعدی میگه در چند عدد هفت رقمی با ارقام صفر و دو و سه دقیقا دو رقم صفر به کار رفته است خب اینجا یه فرقی با اون سوال قبلی داره اینکه شما صفر هم توش دارید و باید حواستون باشه که اولین خونه از سمت چپ نمیتونه صفر بشینه دیگه پس شما وقتی میخواد دوبار رقم صفر رو جاشو انتخاب بکنید نمیتونید بگید دو تا از هفتا اون خونه اولیه قابل انتخاب نیست باید بگید دو تا از تا. من دو تا از تا انتخاب میکنم اوکی تا اینجا که معلومه دو تا از تا انتخاب میکنم بعد چی کار میکنیم بعد میگیم آقا بقیه خونا یا باید دو توش بشینه یا سه بشینه دیگه پس زب در دو به توان پنج دو از شیش زب در دو به توان پنج پس گزینه دو رو می میزنیم